سرخط خبرها. تایید هویت سه ایرانی آزاد شده که با یک زندانی استرالیایی در تهران مبادله شدند. تایلند میگوید آنها همان کسانی هستند که قصد ترور دیپلمات‌های اسرائیلی را داشتند. برگزاری بزرگترین دادگاه متهمان تلاش برای کودتای سال 2016 در ترکیه، بیش از 300 نفر به حبس ابد محکوم شدند. وداع با مارادونا، اسطوره فوتبال جهان در آرژانتین. Period products free provision Scotland bill is passed. و رایگان شدن محصولات دوران قاعدگی در اسکاتلند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. مقام های استرالیا و بریتانیا از آزادی کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی، استقبال کردند که 2 سال پیش در سفر به ایران بازداشت و به زندان محکوم شده بود. او با 3 ایرانی که عاملان طرح ناموفق ترور دیپلمات های اسرائیلی در تایلند بودند مبادله شد. مقام های تایلند حالا هویت این 3 ایرانی را تایید کردند، هرچند رسانه های حکومت ایران آنها را فعال اقتصادی می خوانند. شیدا هوشمندی گزارش می دهد. آخرین تصاویر منتشر شده از لحظه آزادی کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی. تصاویری که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه را در 2 قاب و در 1 روز نشان می‌دهد. در زمان آزادی کایلی مور گیلبرت و در لحظه بازگشت 3 ایرانی که در تایلند زندانی بودند. افرادی که به تایید مقام‌های تایلندی از 8 سال پیش به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری و ترور دیپلمات‌های اسرائیلی در بانکوک محاکمه و زندانی شده بودند. سعید مرادی، محمد خزائی و مسعود صداقت زاده. سعید مرادی در رویارویی با پلیس تایلند نارنجکی پرتاب کرد که با برخورد به درخت به سوی خود او کمانه کرد و او پاهای خود را بر اثر انفجار از دست داد. هنوز مقام‌های تایلند و استرالیا تبادل این 3 زندانی با خانم مور گیلبرت را تایید نکردند. و این تصویری دیگر که در رسانه‌های ایران آمده، مصاحبه‌ای با کایلی مور گیلبرت در مقابل زندان اوین که شبیه به اعتراف‌گیری‌های پیشین از زندانیان دو تابعیتی در ایران است. باید 8 سال دیگر در زندان ایران می‌ماند. به اتهامی نادرست و حکمی نادرست. بسیار مهم بود که برای آزادی او تلاش کنیم و شاهد بازگشت او به خانه باشیم. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، حدود 2 سال پیش به دعوت دانشگاه الزهراء تهران و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در کنفرانسی به ایران سفر کرد. اما در بازگشت به استرالیا در فرودگاه بازداشت و به جاسوسی برای اسرائیل متهم شد، اتهامی که خودش رد کرده. او به 10 سال زندان محکوم شد. خانم مور گیلبرت پیشتر گفته بود که مقام‌های امنیتی ایران در ازای کاهش حکم حبس به او پیشنهاد همکاری برای جاسوسی دادند، اما او نپذیرفته. این استاد دانشگاه در بیانیه‌ای که منتشر کرده آزادی خود را یک معجزه می‌داند و می‌نویسد: چیزی جز احترام، عشق و تحسین به ملت بزرگ ایران و مردم خونگرم، سخاوتمند و شجاع اون ندارم. او ادامه می‌دهد که با وجود بی‌عدالتی‌هایی که در حقش شده، با احساسی تلخ و شیرین ایران را ترک می‌کند. خانم مور گیلبرت می‌گوید: به عنوان یک دوست و با نیت دوستانه به ایران اومدم و اکنون با همون احساسات ایران را ترک می‌کنم. احساساتی که نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده. سازمان‌های حقوق بشری استرالیا می‌گویند جمهوری اسلامی با استفاده از آنچه که آنها دیپلماسی گروگانگیری می‌خوانند، دولت‌های دیگر را مجبور به تن دادن به خواسته‌هایش می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل در استرالیا گفته که درباره شیوه برخورد جمهوری اسلامی با کایلی مور گیلبرت و شکنجه‌های مکرر او در زندان سپاه پاسداران تحقیق می‌کند. شرایط در زندان خوب نبوده، به ویژه در زندان سپاه، جایی که کایلی در آن زندانی بوده. ما کاملا آگاهیم که رفتار آنها و شکنجه‌ها در زندان سپاه بسیار بد است. رهایی کایلی مور گیلبرت یادآور شرایط زندانیان دو تابعیتی دیگر در زندان‌های ایران است.
زندانیانی مانند نازنین زاغری رتکلیف. ریچارد، همسر نازنین، به بی بی سی میگوید که آزادی کایلی مور گیلبرت یک هدیه کریسمس برای تمام خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی است. وزیر خارجه بریتانیا هم در توییتی از حکومت ایران خواسته که سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی را آزاد کند. من از خبر آزادی کایلی مور گیلبرت و اینکه توانسته به استرالیا و خانواده‌اش برگردد استقبال می‌کنم. از دولت ایران می‌خواهم که بقیه شهروندان دو تابعیتی بریتانیا را که خودسرانه بازداشت کرده آزاد کند و به آنها اجازه بدهد تا به عزیزانشان بپیوندند. آمار دقیقی از شمار دو تابعیتی‌های زندانی در ایران در دست نیست، اما عملکرد حکومت ایران در این زمینه جامعه بین‌المللی را نگران کرده. حالا مدتی است که در بسیاری از محافل علمی و تجاری در کنار نام ایران حبس دو تابعیتی ها هم مطرح می شود. شهرتی نچندان خوب برای کشوری که می گوید به دنبال تعامل مثبت با جهان است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن با ما هستن. آقای علیزاده، در مورد این مبادله زندانی چه فکر می کنید؟ ببینید، همونطور که در گزارش آمده بود، این اولین مورد نبوده، آخرین مورد هم نخواهد بود و موضوعاتی هم که در این جور موارد اتفاق افتاده خیلی روشنه، یعنی هر کسی میتونه قشنگ بخونه که فرد خارجی یا دو تابعیتی جاسوس است و در مقابلش هم کسانی که تبادل شدن اونا یا دانشمندی بودن یا تاجری بودن یا فعال اقتصادی بودن آزادشون کرد. ببینید، علی‌رغم اینکه این همه موارد اتفاق افتاده، من میخوام موضوع رو روش دست بگذارم و اون اینکه آیا دولت جمهوری اسلامی در اقناع مخاطبان خودش، مردم خودش، از این گونه روش‌هایی که استفاده کرده در اقناع اونها موفق بوده یا نبوده. من مثالی بزنم. وقتی که ما میبینیم در موضوع فعالان محیط زیستی که هنوزم در بند هستن، وزارت اطلاعات به عنوان مرجع رسمی اظهار نظر در مسائل امنیتی به صرافت گفته که ما دلیلی بر جاسوس بودن اینها نداریم و در مقابل نهاد موازی که اطلاعات سپاه پاسداران هست اونها رو گرفته در بند نگه داشته، هنوز هم تو این وضعیت و اصرار داره که اینها جاسوس هستن. ببین، در یه موضوعی که دقیقاً مسئله داخلی است، دو نهاد دارن با هم دیگه نظرات مخالف میدن. وقتی از اینجا اختلاف ها وجود داره تا برسه به مورد خانم مور یا برسه مثلا مورد آقای نزارزکا، آقای نزارزکا یک تبعه لبنانی از ایران که به گفتن جاسوس آمریکاست، بعد عجیب این هستش وقتی که آزاد می شود ریاست جمهوری لبنان هواپیمای شخصی خودش رو میفرسته، در اون هواپیمای شخصی پلیس ارشد لبنان هم هست به استقبال آقای نزارزکا میاد و میره در کاخ ریاست جمهوری با رئیس جمهور بلافاصله ملاقات. جمهوری اسلامی اعلام میکنه که حزب الله لبنان شفاعت کرده از این آقای نزارزکا. اگر جاسوس است، چگونه است که متحد شما حزب الله لبنان جاسوس از یک جاسوس شفاعت میکنه؟ اگر که شفاعت درست حساب، پس این آدم جاسوس نبوده. چگونه شما میخواید اینها رو مردم رو قانع کنید؟ چقدر فکر میکنید که آقای علیزاده، چقدر فکر میکنید که اقناع مردم اولویت حکومت هست در ایران؟ خب قاعدتا باید اینطور باشه. ببینید، من میدونم که به هر حال مثلا در این مورد اخیر اینها رفتن در عوض ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران که گفته می‌شود اسرائیل انجام داده، خواستن ضربه به اسرائیل بزنن در بانکوک. خب هنر شما اینجا نیست که شما در اسرائیل بتونید این کار رو انجام بدید. وقتی در بانکوک این اتفاق می‌افته، برای کلیه اتباع ایرانی که می‌خوان اونجا برن مشکل روادی به وجود میاد، مشکلات عدیده به وجود میادش، مردم قانع نمی‌شن. الان خود مردم می‌بینن که چه اتفاقی افتاده. مثلا در مورد بعد نیست مثال هم سریع اشاره کنم، در مورد سه کوهنورد آمریکایی، سه جوانی بودن که یک خانم دو تا آقا گفتن اینا جاسوس هستش، در روز روشن به عنوان جاسوس ازشون بهشون وثیقه گرفتن، وثیقه هم یک عمانی آمده پرداخت کرده، وثیقه پرداخت میگه شما فرار نکنید، بعد جلوی چشم شما سوار هواپیما میشن از ایران پرواز میکنن میرن. خب این چه جاسوسیه که شما ازش وثیقه میگیرید، از یک خارجی وثیقه میگیرید و من جلوی چشم شما میزه میدی پرواز بکنم برم؟ پس جاسوس نیستم. خیلی کوتاه اگر آقای علیزاده بفرمایید، این اون چیزی که الان خیلی ها به ایران نسبت میدن گروگانگیری،
آیا داره به یک موضوع رایج در ایران تبدیل میشه؟ چه کسانی که سفر میکنن با پای خودشون به ایران و چه کسانی رو که ایران از کشورهای دیگه شاید آدم ربایی میکنه؟ بلکه نگیم که رایج میشود، بلکه رایج شده هست. چون وقتی این موارد عدیده رو نگاه کنه و کسانی که الان در فهرست قرار دارن، آقای ظریف میاد میگه که از یه سو میگه که دستگاه قضایی ما مستقل هستش، از یک سو میره در ایالات متحده میگه که ما حاضریم تبادل بکنیم، هر کسی و هر کسی میخوایم تبادل کنیم. پس قوه قضاییه شما مستقل نیستش، پس احکامی که صادر شده احکام عادلانه ای نیستش که شما میخواید در واقع نوعی تبادل بدبستانی انجام بدین. حالا این آوار سر یک مثلا خانم محقق بیگناه، خصوصا اونهایی که ریشه و اصالتشون هم ایرانی هست، دارن میسوزن به پایین که یه تابعیت خارجی دارن، مثل خانم زاغدی، مثل خانم عادل‌خوا و دیگران و دیگران. مهم این هستش که در این بازی کثیفی که انجام میشه، من فکر نمی‌کنم احدی از مردم ایران قانع شده باشن که این افرادی که تبادل دارن میشن بابت این وریا چند تا تاجرن، اون وریا هم چند تا جاسوس. متشکرم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان از 60 میلیون نفر گذشت. طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 1,400,000 نفر هم بر اثر کووید 19 جان خود را از دست دادند. در یک هفته گذشته 1,000,000 مورد جدید ابتلا به این ویروس در آمریکا گزارش شده. در اروپا طی 5 روز گذشته 1,000,000 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. در آمریکای لاتین هم شماره روزانه مبتلایان رو به افزایش است. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران میگوید 69 شهرستان از وضعیت قرمز شیوع کرونا خارج شده و در وضعیت قرمز و نارنجی هستند. آقای حریرچی گفته قرنطینه دلیل بهبود وضعیت این شهرستان هاست. با این حال گفته مردم باید رعایت کنند و دور همیرها را به حداقل برسانند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته دست کم 482 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند. آمار رسمی مبتلایان شناسایی شده هم 14,000 نفر اعلام شده. دادگاهی در ترکیه حدود 340 نفر از متهمان به دست داشتن در کودتای ناموفق 4 سال پیش را به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده نزدیک به 500 متهم دارد. در این دادگاه 6 نفر غایب بودند، از جمله فتح‌الله گلن، روحانی مقیم آمریکا که ترکیه او را به رهبری طرح کودتا متهم می‌کند. خود او این اتهام را رد می‌کند. در سال 2016 بخشی از اعضای ارتش، پارلمان و بعضی از ساختمان‌های دولتی را بمباران کردند و فرمانده ارتش را گروگان گرفتند. در این ماجرا ده ها نفر کشته شدند. ساعتی پیش از تورج اتابکی تحلیلگر مسائل ترکیه و آسیای میانه پرسیدم آیا انتظار صدور احکام شدیدی مثل حبس ابد می رفت؟ دولت ترکیه به سراغ پرونده کودتای 2016 دیگه نرفت، به خاطر اینکه مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی در ترکیه داخل کشور مانع شد که آقای اردوغان یک کارزار تازه‌ای رو علیه هواداران فتح‌الله گلن آغاز کنه. اما دستاوردهایی که این چند روز اخیر یا چند هفته اخیر ترکیه داشته در روابط بین الملل، در مدیترانه شرقی، در شمال آفریقا و این آخری در قره‌باغ کوهی، به هر صورت آقای اردوغان را به جایگاهی کشیده که از یک موضع برتر حالا داره به مسائل داخلی اشاره میکنه، دوباره به سراغ پرونده کودتا رفته و این بار تلاش کرده که کار این پرونده رو تا یه اندازه یکسره کنه و احکام بسیار سنگینی رو برای متهمان این کودتا که به ویژه ارتشیان هستند و اون هم در یک پایگاه هوایی در شمال آنکارا انجام بده. در 4 سال گذشته وضع آیا برای آقای اردوغان بهتر شده؟ ببینید، نمیتونیم بگیم که بهتر شده. مطمئنه این کشور در یک حوزه‌های دستاوردهایی داشته، به ویژه در روابط خارجی تونسته به عنوان یک قدرت مطرح منطقه‌ای خودش نشون بده، اما نتونسته اون وفاق ملی رو در صحنه داخلی به دست بیاره. دشمنانی داره آقای اردوغان، از جمله هواداران فتح‌الله گلن. ببینید، فتح‌الله گلن و آقای اردوغان از یک تبارن. بسیار بسیار مشکله که تفکیکی قائل شد میان هواداران فتح‌الله گلن در زندگی روزمره و هواداران آقای اردوغان. به داوری من این پرونده‌ای که باز شده آخرین پرونده نخواهد بود و ما در آینده بیشتر، نه زیاد دورتر، شاهد دستگیری‌های
خواهیم بود و نفوذی هایی که آقای اردوغان مدعی که فتح الله گلن در ارتش و نهادهای دیگه دولتی داره. گفتگویی بود با تورج اتابکی، تحلیلگر مسائل ترکیه و آسیای میانه. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. تایلند هویت سه ایرانی را که دیروز با یک زندانی استرالیایی در تهران مبادله شدند تایید کرد. گفته شد آنها همان کسانی هستند که 8 سال پیش قصد ترور دیپلمات‌های اسرائیلی را داشتند. بزرگترین دادگاه متهمان تلاش برای کودتای سال 2016 ترکیه برگزار شد. در این دادگاه بیش از 300 نفر به حبس ابد محکوم شدند. در ادامه این برنامه And the period products free provision Scotland bill is passed. اسکاتلند پیشگام رایگان کردن محصولات دوران قاعدگی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مایکل فلین مشاور امنیت ملی سابقش را عفو کرده. ژنرال فلین به دروغ گفتن به FBI در جریان تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا اقرار کرده بود. آقای ترامپ پیش از این یک مشاور دیگر خود را هم که قرار بود به زندان برود بخشیده بود. دموکرات‌ها این اقدام او را سوء استفاده از اختیار عفو برای رها کردن یارانش از مجازات قانونی خواندند. بهمن کلباسی خبرنگارمون در نیویورک با ماست. بهمن، چقدر انتظار این میرفت که آقای ترامپ چنین کاری بکنه؟ در گذشته همونطور که در مقدمه آمد، یک مشاورش راجستون رو عفو کرده بود و بخشیده بود و گمان زنی در رسانه ها وجود داشت که در پس انتخابات و روزهای آخر ریاست جمهوریش مخصوصا از این اختیار بیشتر استفاده کنه برای اینکه کمک بکنه به اطرافیانش که در تور قانون افتاده بودن. آقای فلین در رأس اون لیستی بود که بسیاری حدس و گمان می‌زدن که جزء اون کسانی باشد که آقای ترامپ او رو عفو بکنه، به خصوص که در جریان تحقیقات دخالت روسیه در آمریکا برخلاف وکیل آقای ترامپ مایکل کوهن که حاضر شد همکاری گسترده‌ای بکنه و علیه آقای ترامپ شهادت بده، آقای فلین کم و بیش بهش وفادار موند، گویند که در دادگاه گناهش رو پذیرفت و قرار بود که حکم زندان هم براش صادر بشه، ولی در روزهای آخر قبل از اینکه چنین حکمی صادر بشه رفت و سعی کرد بگوید که زیر تحت شرایطی پذیرفته این به اصطلاح اقرار کرده که بر اساس قانون نبوده و در نتیجه به تأخیر افتاد و در نهایت هم قبل از اینکه حکم زندان مشخصی صادر بشه حالا مورد عفو آقای ترامپ قرار گرفته. پرسشی که حالا مطرح این است که دیگرانی که ممکن است در این لیست باشند چه کسانی هستند و آیا در هفته های آینده ما شاهد استفاده او از این اختیار برای دیگر اطرافیان و نزدیکان و مشاوران سابقش و کسانی که با او همراه هستن از نظر سیاسی ولی مشکل قانونی پیدا کردن خواهد کرد یا نه. در این 55 روز باقی مانده از ریاست جمهوریش انتظار میره که کسان دیگری رو هم عفو بکنه؟ یکی از کسانی که در لیست هست و بازم رسانه ها حدس و گمان زدن در موردش پال منافور هست که رئیس ستادش بود در انتخابات سال 2006 برای چند ماهی. او هم مدتی رو در زندان به زندان محکوم شده و بعید نیست که آقای ترامپ سراغ عفو آقای منافور هم بره. ولی سوال دیگری که مطرح این است که آیا کسانی رو که هنوز به جرمی محکوم نشدن ولی در آینده و پس از خروج او از ریاست جمهوری ممکن است که دستگاه قضایی آمریکا به سراغشون بره، از جمله فرزندانش، ممکنه اونها رو پیش از موعد عفو بکنه، آیا اساسا از نظر حقوقی چنین چیزی ممکن است یا نه؟ مطرح دیروز آقای ترامپ یک توییتی رو بازنشر کرد که از سوی یک نماینده کنگره که درش نوشته بود که نه تنها آقای ترامپ حق داره و باید اعضای خانوادش رو عفو بکنه بلکه خودش رو هم باید عفو بکنه. البته سوال اساسی وجود داره از نظر حقوقی که آیا چنین کاری ممکنه یا نه، ولی صرف نظر از اون که این کار عملی است یا اینکه برخلاف قانونه، همین که او اومده بازنشر کرده این پیشنهاد رو از سوی یک نماینده کنگره که بسنده نکنه به اطرافیانش و کسانی که هنوز به جرمی محکوم نشدن از جمله فرزندان خودش رو در برابر محکومیت‌های آینده مصون بکنه و خودش رو هم از این اختیار استفاده کنه و عفو بکنه، نشون میده که داستان عفو کردن‌ها در این 55 روز احتمالاً ادامه پیدا خواهد. متشکرم از بهمن کلباسی در نیویورک.
در گذشت دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین واکنش‌های بسیاری در جهان از طرفداران فوتبال گرفته تا سیاستمداران را به همراه داشته. در آرژانتین 3 روز عزای عمومی برای کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال این کشور که در جام جهانی 1986 قهرمان جهان شد اعلام شده. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. کاپیتان ابدی آرژانتین دیگو آرماندو مارادونا دیگر بازیکن شبیه او به دنیای فوتبال نخواهد آمد. از همان سنین کودکی با وجودی که از خانواده بسیار فقیر از زاغ نشین‌های بوئنوس آیرس می‌آمد، همه از استعداد عجیب این پسر در کار با توپ متحیر بودند. بعد از اینکه با تیم نوجوانان آرژانتین قهرمان جهان شد، به تیم محبوبش بوکا جونیورز پیوست و خیلی زود راهی بارسلونا در اروپا شد. قدش کوتاه بود، اما دید استثنایی و درک عالی از نقاط ضعف و قدرت حریف و تکنیک مثال زدنی همه باعث می شدند حضورش در زمین های فوتبال میلیون ها نفر را به وجد بیاورد. در مهمترین حرکت فوتبالی زندگیش به ناپولی در جنوب ایتالیا رفت و موفق شد این تیم را برای اولین بار بالاتر از پولدارهای شمال ایتالیا قهرمان لیگ کند. او بدون شک در این مقطع بهترین بازیکن جهان بود. در سال 1986 در 26 سالگی به عنوان کاپیتان راهی جام جهانی در مکزیک شد و در یکی از بهترین نمایش‌های انفرادی یک فوتبالیست و یا حتی یک ورزشکار در بازی‌های تیمی با آرژانتین قهرمان جهان شد و شاید از اینجا به بعد بود که فشار مردم و رسانه‌ها برایش غیر قابل تحمل شد. در ایتالیا با وجود موفقیت در زمین فوتبال، اعتیاد به کوکائین و خوشگذرانی‌های شبانه کار او را به دادگاه و پلیس کشاند. بار دیگر در سال 90 به فینال جام جهانی رسید، ولی سراشیبی شخصیتی او شروع شده بود. سال‌های آخر فوتبالش پر از حاشیه بود، جنجال‌هایی که بعد از کنارگیری از ورزش حرفه‌ای ادامه داشت. انتقاد از دستگاه فوتبال دنیا و مسئولین فیفا او را به رهبران چپ آمریکای جنوبی نزدیک‌تر کرد. پیروان راه آرژانتینی انقلابی ارنستو چگوارا، ارتباطی که تا موقع مرگش ادامه داشت. برای خیلی‌ها به خصوص مردم آرژانتین او فرای یک فوتبالیست است. برای آنها وداع با دیگو آسان نیست. ستاره‌ای که از دوران قبل از شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت و گوشی‌های همراه و هوشمند بود. ستاره‌ای که برای بعضی همیشه درخشان خواهد بود، مثل اتاقش در استادیوم بوکا جونیورز. پوریا ژافره، بی بی سی. تصاویر زنده هست از بوئنوس آیرس، کاخ ریاست جمهوری آرژانتین. انتظار میره که میلیون ها نفر با حضور در این کاخ امروز و در دو روز آینده در طول این سه روز عزای عمومی با دیگو مارادونا قهرمان افسانه‌ای فوتبال این کشور وداع کنند، به او ادای احترام بکنند. پیکر او اینجا به کاخ کاسارو سادا که محل استقرار رئیس جمهوری آرژانتین هست منتقل شده تا هواداران برای آخرین وداع به اونجا برن. دیگو مارادونا بزرگترین، یکی از بزرگترین فوتبالیست های دنیا، در کشورش به عنوان قهرمان ملی شناخته می شد که دیروز بر اثر سکته قلبی در 60 سالگی درگذشت. مقامات آرژانتین در تلاش هستند که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنند و موارد که در مورد شیوع ویروس کرونا خطرناک هست رو در نظر بگیرن، ولی در هر لحظه به تعداد کسانی که در برابر کاخ ریاست جمهوری در بوئنوس آیرس جمع میشن افسوده میشه. شب گذشته هم دریایی از مردم عزادار در آرژانتین با پیراهن‌های تیم ملی آمدند در خیابان‌های این کشور و یاد او رو گرامی داشتند. رئیس جمهور آرژانتین هم لحظاتی قبل در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین به او ادای احترام کرد.
پارلمان اسکاتلند قانونی تصویب کرده که محصولات دوران عادت ماهانه یا پریود زنان را رایگان می‌کند. به این ترتیب اسکاتلند اولین جایی در جهان است که این گام را برداشت. این محصولات هم اکنون در مکان‌های عمومی از جمله داروخانه‌ها موجود است. از این پس دولت محلی اسکاتلند قانوناً موظف است تا مطمئن شود تامپون و نوار بهداشتی به طور رایگان برای همه کسانی که به آن نیاز دارند فراهم شود. مریم افشان گزارش می‌دهد. And the Period Products Free Provision Scotland Bill is passed. بعد از 4 سال کمپین، سرانجام پارلمان اسکاتلند قانون جدیدی تصویب کرد. محصولات بهداشتی در دوران عادت ماهانه زنان یا پریود از جمله نوار بهداشتی و تامپون رایگان خواهد بود. این توییت نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند درباره این قانون. مفتخرم که به این قانون پیشگامانه رأی دادم. قانونی که اسکاتلند را به نخستین کشور در جهان تبدیل می کند که محصولات دوران پریود ماهانه را به صورت رایگان به هر کسی که نیاز داشته باشد ارائه می دهد. مونیکا لنون از اعضای حزب کارگر اسکاتلند برای اولین بار طرح سلامتی را مطرح کرد و از 4 سال پیش هدفش پایان دادن به فقر پریود بود. او تصویب این طرح را روزی افتخارآمیز برای اسکاتلند خواند. عادت ماهانه طبیعی است، دسترسی رایگان به تامپون و نوار بهداشتی هم باید طبیعی باشد. پیشتر چندین نهاد خیریه هم درباره مشکل تهیه محصولات بهداشتی دوران پریود در خانواده‌های کم بضاعت به ویژه در دوران کرونا هشدار داده بودند. در حالی محصولات بهداشتی برای پریود در اسکاتلند رایگان اعلام شد که هنوز هستند کشورهایی که زنانش به نوار بهداشتی با استانداردهای لازم دسترسی ندارند و به شیوه های سنتی و با پارچه های کهنه آن را تهیه می کنند. در بعضی کشورهای توسعه نیافته و فقیر هم از کاپ های چند بار مصرف استفاده می شود. استفاده از نوار بهداشتی در دوران پریود از نیازهای اولیه زنان در سراسر دنیا است. به طور متوسط دوران پریود زنان 5 روز است. تهیه محصولاتی مانند تامپون و نوار بهداشتی ماهانه می تواند حدود 8 پوند معادل بیش از 10.5 دلار باشد که پرداخت همین رقم هم برای بعضی از زنان سخت است. جدای از هزینه‌ای که هر ماه به زنان برای تهیه محصولات بهداشتی تحمیل می شود، هنوز در اکثر کشورهای جهان حرف زدن از عادت ماهانه و دردهای مربوطه به آن تابو است. تابویی که حتی در کشوری مانند بریتانیا هم زنان راحت نیستند درباره آن صحبت کنند. به عنوان مثال چندی پیش تحقیقاتی در بریتانیا انجام شد که نشان می‌داد تنها 27% زنان به مدیرانشان می‌گویند به دلیل درد پریود سر کار نمی‌روند و اکثرا دلایل دیگر را بهانه می‌کنند تا اسمی از پریود نیاورند. مریم افشنگ، BBC. به اسم پایین این بخش خبر ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.